مجید رضا رهنورد جوان 23 ساله مشهدی با جرم محاربه یعنی جنگ با خدا به حکم دادگاه جمهوری اسلامی اعدام شد. او از آنجایی که در دفاع مشروع از خود و خانوادهش به مقابله با ماموران حکومت برخواسته بود، برای مخالفان حکومت چهره قهرمانانه یافت. این چهره با آخرین حرفایش که با دست شکسته و چشمانی بسته در لحظات قبل از اعدام بی آنکه آثار ترس در صدایش هویدا باشد جاودانه شد. وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. نام مجید رضا رهنورد ساعات گذشته دومین هشتک پرتکرار بعد از مهسا امینی تبدیل شده است. دلیل آن هم دیدن یک تصویر شورانگیز و در عین حال دردناک و کشف این نکته است که ماموران چرا دست چپ او را شکسته بودند. ماجرا از آنجای آغاز شد که صفحه اینستاگرام مجید رضا رهنورد که توسط جمهوری اسلامی بسته شده بود مجدداً با تلاش‌های خانواده او باز و دسترسی جمهوری اسلامی به آن قطع شد. خانواده او سپس صفحه او را در اختیار عموم قرار دادند و عکس‌هایی از او منتشر شد که این کار به منزله شکستن سکوت آنها و معرفی شدن جوان قهرمانشان به مردم بود تا مردم به شناخت تازه‌ای از این جوان شجاع برسند. از جمله عکس‌های تکان دهنده مجید رضا رهنورد یک خالکوبی بود روی دست چپ او که همین دست را ماموران حکومت شکستند. مردم با کمال تعجب دریافتند که مجید رضا روی این دست خودش شیر و خورشید را خالکوبی کرده بود. پس از دیدن این سند وطن پرستی موجی از واکنش در فضای مجازی را زیر و رو کرد و گفتند چون روی دستش شیر و خورشید داشت دستش را اول شکستند. مردم او را با بابک خرمدین مقایسه کردند. گرچه در فرهنگ جمهوری اسلامی متولد شد و رشد کرد ولی ایرانی تربیت شد، ایرانی زندگی کرد و ایرانی جان داد. مردم او را الگوی شجاعت نامیدند و با تعجب و تحسین از این گفتند که او خالکوبی را در ناحیه ساعد دست خود جایی که کاملا در معرض دید است انجام داده، آن هم با اندازه‌ای بسیار بزرگ. صفحه اینستاگرام مجید رضا رهنورد با این تصویر معرفی شده است، دو دست که نقشه ایرانی سیاه و خونین را در آغوش گرفته است و او این قطعه را هم نوشته که نشان می‌دهد چقدر ایرانگرا بوده است. به نام بابک عقاب سرخ ایران، چون که ما تاریخمان بر باد رفت، حسی و فرهنگمان بر خاک رفت، کاوه و آرش همانجا خاک شد، پهلوان کشورم عباس شد، جای کوروش را علی آمد گرفت، کل آن آتش کده آتش گرفت. مجید رضا رهنورد مانند بسیاری از ایران پرستان و ملیگرایان به خاندان پهلوی هم علاقه‌مند بوده و با انتشار عکسایی از خاندان پهلوی محمد رضا شاه را پدر ایران می‌دانسته و خطاب به او نوشته نسلی عاشقت شد که تو را هرگز ندید. او صدای محمد رضا شاه را در آرامگاه کوروش نیز به اشتراک گذاشته و نوشته صدای عشق. شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. مجید رضا رهنورد پست‌های زیادی در ستایش خاندان پهلوی دارد که نشان می‌دهد در میان نسل جوان معترض سلسله پهلوی به عنوان سمبل و نماد مدرنیته و ایران رو به ترقی و آرمانی آنها هواداران زیادی دارد.